یه کمپرسور 40 تن اومده به کارگاه گروه مهندسی مهرسپند. یه اتفاق خیلی خوب این که روغن احتمالاً قلابی بوده استفاده شده، وکیوم احتمالاً خوب نبوده، دمای دیسچارج هم بالا رفته. میبینید سمت دیسچارج سفیده میشه، میبینید اینجوری میشه وقتی دمای دیسچارج میره بالا. گوشا شدید خورده شدن. توی دو حالت میشه این موضوع بررسی کرد. اولش این که برای کارفرما موضوع بدیه، دوم برای ما تعمیرکار موضوع خوبیه. ببینید چه بلایی سر کمپرسور اومده. پس دمای دیسچارجمون هم بالا رفته، واکس تولید شده، خوردگی مکانیکی هم داده. واکس چه زمانی تولید میشه؟ زمانی که روغنمون قلابی باشه یا دمای دیسچارجمون بالا باشه. ببینید به این میگم فتیگ، خستگی بیش از اندازه سوپاپ زمانی که دمای دیسچارج بالا هست. البته سوپاپ های قلابی هم باشه این اتفاق میفته که اما بعید میدونم باشه. خب توی پیستون ها میبینیم آلومینیوم تجزیه میشه. پس یه اتفاق خوب برای امروز. شبیه فیلم سینمایی میمونه داخل این کمپرسور. بخارات اسیدی. ببینید شغل ما برعکس سادگیش که از نظر همه بسیار ساده است، یکی از پیچیده ترین گرایش های مکانیک رو ما داریم توش کار میکنیم و به شدت احتیاج به نکات فنی داره. متاسفانه بعضی مواقع پیش میاد که این نکات فنی رعایت نمیشه و این آسیب ها به کمپرسور وارد میشه. میبینیم وضعیت شاتون ها رو، تغییر رنگ پیستون رو میبینیم چه وضعی داره.